first tonight, the vital World Cup qualifier between Australia and Iran. Tomorrow morning, our time, the Socceroos will be in action in Tehran, a place most Australians know very little about. Andrew Orsatti has filed this report. Tehran, the capital of Iran. The city is enjoying a mini renaissance. A more liberal government is in power. An Iranian film, The Taste of Cherries, won the Palme d'Or at this year's Cannes Festival. After 14 years living in Australia, documentary maker Majid Vares recently returned to his homeland, aiming to capture the images of change. Are they successful? Are they happy? Are they building the country? And we are looking at all these things in this documentary. And football, because of my background and the passion in Iran, is the major element which we can see all these changes through looking at football. A former Iranian soccer commentator says the Socceroos have nothing to fear in Saturday's World Cup qualifier in Tehran. Passionate, but not dangerous. An insider's view of the crowd the Socceroos will face this weekend. What's not in question is that the Iranian team is in disarray. The entire coaching staff sacked after a string of qualifying failures. When the Islamic Revolution was at its height in 1979, football was the only form of entertainment. Sitting among the crowd, Majid understood just how much qualifying means to Iran. The victory brings the biggest celebration for the nation in the last 20 years. Coverage of the game from the Azadi Stadium tomorrow morning, a most important match in the football histories of both nations. سالگی آشنا شدم. یک پارچگی و همصدایی در استادیوم است. رقابت، هنر، نقشه، هدف، از خودگذشتگی، شکست و تسلیم، درد، شادی و پیروزی همه در استادیوم است. در واقع زندگی در استادیوم است. استادیوم ها با هم متفاوتند، درست مثل زندگی ها. در این 14 سال هم استادیوم دیدم، اما مأنوسش را ندیدم. برای آن دلتنگم. با فرا رسیدن مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه، این ندیدن آزاردهنده تر می شود. چرا ندیدن استادیومی که حتی با سکوهای آن حرف می زدم بیش از پیش در ذهنم مرور می شود. به یاد مسابقات مقدماتی جام جهانی برای آرژانتین در 20 سال پیش می افتم. مسابقاتی که حاصلش تنها حضور ما در مرحله نهایی جام جهانی فوتبال بود. این بار ایران نخستین دور مقدماتی را به آسانی پشت سر می گذارد.
و حالا با چین و سه تیم عرب خاورمیانه‌ای، قطر، کویت و عربستان سعودی همگروه است. با تولد دوباره فوتبال در زادگاهم بسیار امیدوارم که پس از 20 سال تجدید خاطره شود. دوباره شاد شویم. دوباره راهی جام جهانی شویم. با این تولد دوباره از طریق تماشای بازی‌های باشگاهی آلمان آشنا شدم، چرا که سه ایرانی، دایی، باقری، عزیزی در آلمان بازی می‌کنند. تلویزیون اینجا بیشتر بازی‌های تیم عزیزی FC کلن را نمایش می‌دهد. زمینای گل کوچک همیشه عنوان مربی ما بودن، دروازه کوچک. زمانی که من ایران را ترک کردم او 12 ساله بود. سلام یا الله. مخلصم شما خوبیم. اما چنان با هنر استثنایی او از طریق تلویزیون اونس گرفتم که در واقع قریب آشنای من شده است، عزیز خانه ما شده و انگار که یکی از ماست. خوبه باید در یک محله و یک منطقه زندگی میکرد که طبقه مستضعف نشین به قول معروف هست. در واقع از زندگی اقتصادی نسبتاً سطح پایینی رو داشتم. خانواده زحمتکش. تماشای او تمامی قسمت‌های خوب استادیوم را به نظرم می‌آورد. چهره ندیده تمامی جوانان ایران را برایم بازسازی می‌کند. جوانانی که از محله‌هایی شبیه محله خود من آمده اند. فوتبال از منطقه جنوب شهر ایران شروع کردم، منطقه نازیاباد 400 دستگاه. توی خانواده تقریبا نسبتاً فقیری بودم. من از جنوب تهران متولد شدم، در محله جوادیه تا سن 7 سالگی اونجا زندگی کردم. بعدش که چون اصلیتمون کرجی بود، پدرم کرجی بود، رفتیم کرج. 28 سال سن دارم، بچه اردبیل هستم. از یه خانواده میام که به غیر خودم 4 تا برادر دیگه دارم. مهندس متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف تهران هستم. اما تقریباً تنها فردی را که در تیم فعلی ایران میشناسم مربیان است. برخلاف اون چیزایی که تو جامعه گفته میشد و اینا، بنده نه کارمند سازمان اطلاعات هستم، نه عضو سپاه پاسداران هستم. نمیدونم چی شد یا گفتن که ما شما رو تصمیم داریم که شما رو برای این سمت انتخاب کنیم. گفتم که نه، من تو این کار کمک میکنم، اما این کلا واسه من گشاده. نخستین بازی را ایران در چین انجام میدهد. اینجا تنها یک گل آن را در اخبار نشان دادند و من ده ها بار آن را روی ویدیو تماشا کردم. پیروزی 4-2 ایران هیجانم را برای این مسابقات صد چندان می کند. یک ایستگاه رادیو تلویزیونی عرب زبان این مسابقات را پخش می کند. هرچند که عربی نمی دانم، اما باز غنیمت بزرگی است. مشترک شدن به تلویزیون زمان می برد و متاسفانه به بازی بعدی ایران در مقابل عربستان که در تهران است وصال نمی دهد. بایستی به رادیو اکتفا کنم.
نشیم جوان تو داشته میشنم به قول من سه داشته گوش میشنم داداش غلام تصاویر خبری بازی را که یک یک تمام شد باز هم چندین بار تماشا کردم. عادت به قربت را می شکند. بار دیگر هوای استادیوم آشنا به سرم می زند. خوشبختانه تلویزیون عربی جور می شود. این بار ایران در کویت بازی دارد و ما می توانیم در خانه آن را تماشا کنیم. جایگاه من هر چی که هست متعلق به مادرمه و هر چی که دارم از این خاک دارم. فکر میکنم اگه یه روزی من بخوام این خاک رو فراموش کنم دیگه هیچ چی نیستم. خب من زمانی که مادرم فوت کرد به خاطر بیماری آسم بود و اعلام کرده بودن که اگر بره خارج از کشور مداوا میشه به خاطر فشار خون آسم میشه. اگه من 7 سال پیش این موقعیت میداشتم حدوداً 1-2 ساله بودم که پدر و مادرم به خاطر به هر حال یه سری مسائلی که خودشون داشتن از هم جدا شدن و من به مادرم واگذار شدم و در واقع از اون موقع به بعد ایشون با کارگری و بدبختی بنده رو بزرگ کردن و بعد نیست شادی بکنم از خانواده مرحوم سرهنگ سمیعی که من به هر حال بیشتر تحصیلاتم رو در کنار این خانواده گذروندم به دلیل که مادرم در خونه اونا کار میکرد. International. Due to the shooting of a new project, we are not available at the moment. Please leave a message or otherwise contact the company's administration office on 9386-9946. Thank you. سلام. الان که شما تلفن میزنید من توی تهران هستم. جای همه شما خالی و به امید دیدار. آرزو به حقیقت می‌پیوندد. در تهران هستم. تهرانی که 12 میلیون از 60 میلیون ایرانی در آن زندگی می‌کنند. از فرودگاه که خارج می‌شوی، بنای آزادی یا به قولی شهیاد سابق جلب نظر می‌کند.
نه فقط به خاطر عظمت بنا، بلکه به خاطر خاطرات زیادی که در وجودم زنده می کند. انقلاب ایرانیان در گرد این بنا بود که به اوج رسید. بعد خیابان انقلاب را طی می کنم. هر گوشه ای از مسیر خاطراتی را برای ایرانی زنده می کند که در واقع رقم زننده سرنوشتشان بوده است. اما شهر با اتوبان‌های جدید، پارک‌های کوچک و بزرگ تازه احداث شده و ساختمان‌های بلند و مدرن در بسیاری از مناطق تصویر تازه‌ای پیدا کرده است. پوست خود نمی گنجم، محله من، بوی تازه نان، صفای کاسب های محل که همیشه یا وچه دستی و یا شیشه خالی نوشابه و خلاصه چیزی بهشان بدهکار بودم. نگاه و لبخند هایی که انگار خاص ایرانی است. معطلی همیشگی نانوایی، دانه های عرق در پیشانی شاطر، همه و همه فضای اطراگینی را برایم می سازد و گرد قربت را می زداید. دو گل منصوریان و مدیر روستا علیه چین در بازی برگشت در تهران و در نیمه اول، هرچند چینی های آرام و منضبط را ناراحت می کند، اما وقتی باقری گل سوم را زد، شهر برایم گلستان می شود. راستی چرا همیشه برای اینکه یکی شاد شود دیگری بایستی ناراحت شود؟ ایران حال با پیروزی 4-1 با 11 امتیاز صدرنشین جدول است. نزدیکترین تیم به ما عربستان سعودی است با 7 امتیاز. 3 بازی دیگر برای ایران باقی مانده. به نظر می رسد یک برد از این 3 بازی حضور ایران را در جام جهانی قطعی می کند. خیالم از فوتبال راحت است. برخلاف 14 سال پیش به دنبال چیز تازه‌ای نیستم. در واقع از تازگی هراسانم. خبر جدید نمی خواهم. خیابان جدید هم. می خواهم گذشته تکرار شود. می خواهم بدانم داشته هایم چه شده است. دانشگاه تهران یکی دیگر از مراکز خاطره‌ساز انقلاب اسلامی ایران می باشد. هر کتابی می خواستی روبروی دانشگاه می فروختند. فکر می کنم جوان کتاب فروش قدری در این که می گوید در هر زمینی که کتاب بخواهی داریم اغراق می کند.
دانشگاهی داری. باید فوتبالم تمرین می‌خواد. باید تمرین کنی. خیابون ولیعصر. ها. وسایل ورزشی رو کجا می‌خواد؟ داش مغز داری؟ بله. بحث‌های فوتبال مقابل روزنامه فروشی دانشگاه، خاطرات بحث‌های زمان انقلاب را در همین محل برایم زنده می‌کند. بخت‌درها نظاره‌گرند. اما دوست دارم باز هم به محله‌های نزدیک‌تر شوم که عمدتاً شادی‌آفرینان استادیوم از آن محله‌ها می‌آیند. چه مردم و چه بازی کنن. محله هایی که قسمت اعظم عمرم را آنجا گذرانیدم. محله های جنوب شهر را میگویم. جنوب نه تنها یک معرفی جغرافیایی محسوب میشد، بلکه یک معرفی طبقاتی نیز بود. شرایط نامطلوب رفاهی اجتماعی را شرایط جنوب شهری می گفتند. اساساً در فرهنگ ما بعضی کلمات معنایی ورای معنایی که در کتاب‌های لغت قائل شده اند دارند. نتیجه ما که نبودم که دو فوتبال که من می بفروشم. یه عکس شما زدید بالا؟ دارم چی جانم؟ سلام علیکم. یعنی شما علاقه ندارید؟ من شما به چی علاقه دارید؟ به زحمت و دوتا لبون. فوتبال بازی میکنی یا نه؟ فوتبال بازی نمیکنم. نه من کارگرم. کارگری چند سالته؟ 15 سال. تا کلا چندم درس خوندی؟ تا 5. من دندون پزشک. از کارت راضی هستی؟ نه. ها؟ والا از کارم خوشم میاد، ولی از شرایط کاری نه. دوست دارم آینده صاف کار بشم. اگه درس خونده بودم میرفتم داشته میشدم. دوست دارم خونه داشته باشم. منطقه که من دوست دارم بالا در میاد، ولی اگه توی این منطقه بخوام بگیرم حدود 15-16 تومانش کم کم. الان باید کرایه کنیم چون با این پولا نمیشه خونه خرید. شغلم که اینه، باید همین کارم ادامه بدم. کار دیگه هم نمیتونم بکنم چون 10 ساله تو این کار. اینه تا ببینیم چی پیش میاد واسه ازدواج دیگه. فکر میکنی تیم فوتبال ما بره جام جهانی؟ آره ممکنه. ممکنه یا حتما میره؟ والا معلوم نیست، ولی خب شاید به احتمال زیاد بره. شما فوتبال هم میره تماشا بکنی؟ من وقت نمی کنم، سر کارم اینجا. امروزه برای ما که در خارج زندگی می کنیم سینمای ایران اسباب اعتبار شده است و عجبا که هسته های اولیه این سینما نیز در تئاترهای کهنه و قدیمی جنوب شهر شکل گرفته است. تئاترهای کوچکی که مجموعهشان نمایشی است بزرگ از اجتماع. موضوعات نمایشیشان داستانهای تاریخی یا سیاسی و یا قطعات معروف نویسندگان برجسته جهان نیست. ساده ترین بیان از مسائل روزمره مشتریان می باشد. بیکاری، سیاه بازی و دردسر ازدواج موضوعات برنامه امروز است. بابا ببخشید کار شما چی هست؟ نقاش. نقاش ساختمون. بله. هر روز شما جوانی نیستید برای کار؟ بله. از کار رازی هستی؟ فعلا که نه. فعلا نه. منم واکسی هم. ببخشید بازی عادله. فوتبال تماشا میکنید شما یا نه؟ بله. همیشه. شما بازی؟
تماشا میکنید؟ هر روز که نه، هر روز در ما میکنه در روز کار کنیم. اونم سهرندان جشنواره در یک برنامه شاد و آموزنده ایفای نقش میکنن. 16 روز اومدم، یه روز رفتم کار کلا. یه روز رفتی کار؟ فقط یه روز، اونم رفتم 5 روز. بچه کجا هستی؟ بچه اسداباد آمدم. ما کشاورزی نه نداریم، فقط شغل رو میکنیم، کار که اینجا میام کار میکنیم. یک برنامه شاد و آموزنده ایفای نقش میکنن. آقا بفهمید حالا وقتی که بلیط دارم ببرم. حالا میبریم یا میبازی؟ همه میبریم. اینجوری که بازی میکنن میبازی؟ میبازی؟ بله. چیکار باید بکنیم ببریم؟ درست در بازی کنم، بهتر بازی کنم. با خدا قسم، یعنی از این رزیم خیلی هم راضی هم. ولی در خود نه اجازه به این صحبت از خدا، از این خدا میخوام، همیشه دعا میکنم موفق باشیم انشاءالله. زنده به خدا نشین. سلامت باشین. فقط هوای کارگرا داشته باشن. علی استاد واکسی اما همشتر میخوا خودم واکسی اما آقا واکسیه، واکس میزنی؟ واکسی هستی؟ آره واکسیه. چرا میگیری واکس میزنی؟ من نمیم بابا واکسیری هم در حالی که من و رفیق همراهم از محله هنری خارج می شویم، برخی تازه به سینما می روند. ساعت 8 بعد از ظهر جمعه 2 آبان 76 به طرف میدان راه می افتیم. تا دقایقی دیگر پای تلویزیون شاهد دیدار ایران و عربستان در شهر ریاض باشیم. بازی تا 90 دقیقه مساوی پیش می رود، نتیجه‌ای که شاید اولی ما را در گروه تضمین می کند. در واپسین لحظات خالد مسعد دروازه ما را باز می کند. همه چیز به هم می ریزد. عزیزی این بار همان چند دقیقه هفته قبل را هم بازی نمی کند. چرا نمی دانم. تا به حال ایران 6 بازی کرده و او هنوز 1 بازی کامل انجام نداده. انگار در استرالیا که بودم بازی عزیزی را بیشتر می دیدم. خدا از روزی که اومد خب تو قلب مردم خودش رو جا داد. اسم مستعار کوداک روش دادم به خاطر فلاش کوداک که سرعت خاصی داره، میگن مثل نور یه دفعه غیبش میزنه. رئیس ورزش معتقد است که ما از عزیزی بهتر خیلی داریم. اون بنده خدا متولد 1350، محل تولد مشهد، ولی اصلیتم فریمانز. به جای خداداد گفت بنده خدا. حالا بنده خدا بگو ببینم که تو که آلمان اینجور دنبالته، بوندسلیگا اینجور دنبالته، چرا تو تیم ملی جای ثابتی نداری؟ دیگه این دیگه برمیگرده نظر مربیار. بهتره میگم بهتره که آدم در مورد این مسئله اصلا بحث نکنه، چون که بحثای بیخودیه. کارشناس ما داریم، کارشناسامون خوشبختانه همه دارن نظر میدن، و ولی متاسفانه ما به هیچ جا نمیرسیم. اصلا فوتبال بازی نکردن، اصلا نمیدونم فوتبال چیه. اومدن یه سری تفسیر و تحلیلای میکنن که آدم اصلا خجالت میکشه بگه. این یه بچه 20 ساله که عذر میخوام یه بغل پا نزده، میاد راجع به فوتبال من یا فوتبال تیم ملی سارو نظر میکنه. بعضی از هفته نامه های ما ببخشین شده روزی نامه، نه روزنامه. با اینکه اخذ امتیاز انتشار روزنامه تابع مقررات خاصی است که هر کسی به آسانی واجد شرایط نمیشود، ولی گاه عکس ها و مطالبی در روزنامه ها میبینی که انتظار نداری. مانند روزنامه‌ای که عکس شرن استون را در قسمت راست و مایکل داگلاس را در سمت چپ دارد که برخلاف فیلم بیسیک انستینکت فاصله را رعایت کردند. شاید هم همه بخشیده شده اند، شاید هم نه همه. سرطلایی زمانش بود. از نظر فوتبال در مقایسه با بسیاری مثل صفر و بی نهایت است. امروز اکثر ساعاتش را در یک دکه تعمیر لوله کشی آب می گذراند. زندگی ما تیم پیش کسوت هاست.
هفته یکی دو روز با همین دوستای 40 ساله جاستمیان، شیرزادگان، علی پروین، محمود خوردبین، نمیدونم وطنخواها، آشتیانی، معینی، همین هفته هم بازی داشتیم، شهرستان میریم. همین تلفنی هم که الان شد از مریوان بود، بچهای پیش کسوتاشون هستن، میریم اونجا بازی میکنیم تا بالاخره شماره معکوس شروع شده، چند تایمون رفتن، یه چند تای دیگه هم در صورت تو راهیم، ببینیم که نوبت ما میشه و یا علی مدن. چرا خاک ایران برای ما اینقدر عزیز است؟ مگر این نیست که هر یک عزیزی در دل این خاک داریم؟ هرگز نمیتوانیم از عزیز دل بکنیم. همین عزیز بودن انسان را مجبور به امیدوار بودن می کند. امروز با کویت بازی داریم. ساعت 5:30 صبح به کوه می روم. از فکر به آینده و آینده سازی خسته شده ام. آن می خواهم. کوه میادگاه عاشقان طبیعت، محل دیدار یاران و آشنایان و جایگاه درد و دل کردن است. هر کس با اندیشه‌ای به پناهگاه کوه می آید. نسل تازه را در کوه می توان بهتر شناخت. همینطور در استادیوم. کس به شکلی خودش را به میادگاه ورزش ایران میرساند و هر کسی بنابر بضاعت و توانش، دانش، ارتباطات و مراوداتش به کسبی مشغول است. بازی توپ گرد هر کس و یا هر دسته ای را به نوایی میرساند. بهره بعضی ها کوچک است و قابل رویت و بهره بعضی بزرگ است و پوشیده. سرانجام چشمم به چهره همیشه خندان عابدزاده، قامت رشید دایی و قیافه مصمم خاکپور، پیروانی منصوریان و در یک کلام مردان تراز اول فوتبال ایران روشن می شود. تنز پرداز هستم، تنز پرداز صدا سیما بازیگر هستم. وقتی که دیدم شما نیستیم دیگه، ما اومدیم جای شما دیگه، گفتیم شاید
دوزارم گیر ما بیاد. والا گیر ما که نیومد. تلویزیون از لحاظ کمیت خب خیلی بیشتر شده. کیفیتش چطوره؟ والا تو چی میگی؟ ببخشید ایشون نمیتونن اظهار نظر کنن چون که میترسن اخراجشون میکنن. عزیزی اولین خطر را میآفریند. شهود کم نظیر شاهرودی توجیه کننده لقبی است که مردم به او دادند. پائولو مالدینی. شاهرودی در جناح چپ هر آنچه میخواهد انجام میدهد و مهدوی کیا بدون شک آقای بیچون و چرای جناح راست است. سانتر زیبای او بی نتیجه میماند. همینطور است ضربه پشت پای عزیزی. سلام پسرم، از توی استادیوم زنگ میزنم. صدای جمعیت رو نمیشنوی؟ اونجا نشون نمیده ها؟ هیچیشن هنوز، همش حمله با ماست. آره عزیزی هم هست. خطا روی منصوریان، جاد خالی بچه ها قوقا میکنن. قوقا یعنی این که خیلی عالی بازی میکنن. شما چی کار میکنی؟ از بازی چی بگم؟ الان فول شده به نفع تیم ما. دایی و عزیزی و باقری مترصد توپ شاهرودی هست. مترصد یعنی که منتظر توپ شد. توپ به سر دایی برخورد میکنه و توی دستای گلر کوبه قرار میگیره. استیلی اعتراض میکنه، داد میزنه و یک لحظه میرفت توپ از دستای گلر کوبه رها بشه که این اتفاق نمیفته. 110,000 تماشاگر در یک هوای نیمه ابری و در استادیوم آزادی شاهد نبردی هستن که 44 دقیقه از نیمه اولش رو پشت سر گذاشتیم و دو تیم ایران و کویت کماکان بدون گل مساوی هستن. فکر نمی کنم باقری حوصله رقصیدن با جمال عبدالرحمن را داشته باشد. او گل می خواهد. نیمکت کویت فعالتر می شود. همینطور است دفاع کویت. همینطور داور. استیلی رنگ کارت را نمی پسندد. تلاش دایی تا مرز نتیجه گیری پیش می رود. عزیزی هدف را نشان می دهد. منصوریان شلیک می کند. کویت در یکی از نادر دفعاتش که به زمین ما می آید در آستانه فتح دروازه ما قرار می گیرد. کم کم فریاد مردم به اشکال مختلف بلند می شود. الان تاکتیکی روز فوتبال همش علمی شده با شناور. توی مثلا توی مسابقه می‌بینی یه تیم 5-6 نوع تاکتیک پیاده مونه. الان با فوتبال روز دنیا این فوتبال این تاکتیک آقای مالی کننده اصلا مطابقت نمی‌کنه. ایران که تا دو هفته قبل پیشتاز بلا منازع گروه بود، کم کم موقعیتش در گروه به خطر می افتد. چرا مربی تیم ملی که تو بازی‌های آسیایی پکن مادام العمر از ورزش و مربیگری محروم میشه، چجوری سر از مربیگری تیم ملی در میاره؟ میشه یک خبرنگار ایرانی و یه آبروریزی و افتضاح بازی اونجا در آورده بودن. مسئله فنیش برمیگرده به خود فدراسیون و ارزم بزرگ و مربی تیم ملی. اون چیزی که به عهده تماشاگرها هست حمایت از تیم ملی تحت هر شرایطی، حالا چه به جام جهانی بریم چه نریم. اسم نمیشه بردش. بهترین هست، یعنی معذرت میخوام، بهتر از مایلی کوهن هست، خیلی بهتر از ایشون هست. ولی ببینید زمانی که من یه دونم مربی دست دو باشگاه نبودم، یه دفعه من دارم مربی تیم ملی مملکت بشم. چون تو کشور ما رعایت میکنه، هر کی آشنا است خلاف میکنه، جریمه نمیکنه. هر کی یه جوری مثلا دوستی چیزی پیش میاد ازش میگذره خیلی راحت. ولی تو خارج اصلا هر کسی که خلاف کنه خلافش نمیگذره و هر جوری که میخواد باشه. Thank you.
این آخرین شانس از دست رفته آه از نهاد همه در می آورد، به خصوص از این دلاور آذری. 0-0 تمام می شود. میگه که حتی اگه دوتا بازی آخر رو حتی بازی کویت که هنوز انجام نشده بود با قطر که هنوز مونده خیلی راحت، حتی اگه دوتا هم به بازی میشون عوض بکن ما نیست. اون چیزی که به عهده تماشاگر هست حمایت از تیم ملی تحت هر شرایطی، حالا چه به جام جهانی بریم چه نریم. بدنم می لرزد، ضربان قلبم سکچندان می شود. انسانهای مهاجر بهتر از هر کسی حالم را درک می کنند. بدین می ماند که از این اوج تمامی کوچه ها را می توانم شناسایی کنم، حتی قیافه ها را می توانم ببینم. اما انگار سال هاست که از آنها دور شدم و انگار خدای ناکرده دیگر نمی بینمشان. صدای گفتگوی همسفرانم رشته افکارم را می گسلد و در میابم که عازم قطر هستیم. اگر از سد این حریف کوچک بگذریم، سه روز دیگر در خاک ایران جشن پیروزی میگیریم. چرا کارمان به اگر و مگر افتاد؟ چرا خلیج فارس را خلیج نوشتند؟ قطر کوچک اما نسبتاً زیباست. مثل بقیه شیخ نشین ها در چند خیابان، چند امارت بزرگ و چندین عکس از عمرای قد و نیم قدش خلاصه می شود. این روزها تیم ایران به هر کشوری که می رود تنها نیست. تمرین شب قبل از مسابقه با قطر در حضور حدود 300 نفر ایرانی انجام می گیرد. اما هرگز جدی بودن تمرین برای چنین مسابقه مهمی را ندارد.
داریوش مصطفی در گوشه زمین با دایی خلوت می کند. اکثر اوقات او را در حال نجوا کردن با یکی از بچه های تیم دیدم. کاریست خوب. یقین رئیس فدراسیون با بازیکنان تیم ملی در مورد مسائل فنی تبادل نظر می کند. اما حتی یک بار او و مربی تیم را در کنار هم ندیدم. بهشون گفتم آقای مصطفی، بینی و بین الله، اگه شما احساستون بر اینه که در واقع منو دارن به شما تحمیل میکنن، درست رئیس سازمان و معاون سازمان از من حمایت میکنن، شما نمیتونید و احساس میکنید که به پستتون لطمه میخوره، من به راحتی میتونم اینو بگم و نپذیرم. بگذاریم، همه برای برگشتن به اتاقهای هتل عجله دارند. بازی بسیار مهم عربستان با چین امشب است. یک مساوی و آنگاه پیروزی ما بر قطر، یعنی جام جهانی. محبت چینی ها به ما تمام نشدنی است. 6 امتیاز به ما می دهند و امتیازات زیادی را از کویت و عربستان برای ما می گیرند. اما این یکی از همه شیرین تر است. عربستان 1، چین 1. بچه ها که گل نزدن تو اتاقا بودیم دیگه، همه میپردیم تو بیرون، پنالتی که شد همه سکته، دقیقه 45 داشت خان تا 49 به قرآن داشتیم سکته میکردیم. در زیر آسمان نیلگون دوحه و موزیک یک نواخت اما دلنشین قطری ها، دو تیم برای نبرد آماده می شوند. آیا این آخرین بازی مقدماتی ما برای فرانسه است؟ آیا بالاخره نفس راحتی می کشیم؟ استعدادهای بچه ها می گوید بله. اما قطری ها از دو پیروزی بزرگ در مقابل کویت و چین می آیند و ما از ناکامی در مقابل عربستان و کویت. این موضوع نگرانم می کند. نظم و قیافه مصمم قطری ها این نگرانی را دامن می زند. دو کاپیتان به فارسی صحبت می کنند. گلر قطر پیشینه ایرانی دارد. در تعیین زمین به شیوه ایرانی تعارف می کنند. یه حرف نامربوطی گلر تیم قطر که ایرانیال اصل بود با آقای استیلی میزنه، متاسفانه داورم اینجا میاد به آقای استیلی اخطار میده و در واقع جنگ از همونجا شروع میشه. فوتبال حرفه‌ای اینو میگه، اگر زدن تو صورت شما باید بیفتی و به نحوی بیفتی که انگار چند سال شما مردی. بچه ها می دانند که تا جام جهانی به اندازه یک توپ توی دروازه قطر فاصله دارند، اما برای یافتن دروازه قطر چراغ راهنما نیاز است. باز هم حمله، باز هم بی‌نظمی، باز هم کورنر. عکاس ها از اتفاقی باور نکردنی عکس می گیرند. قطر دروازه ما را باز می کند. مهدوی کیا طول زمین را با سرعت کم نظیرش در پی گل طی می کند. عکس العمل های دروازه‌بان قطری سوهانی است بر اعصاب ما. دیگر بازیکنان قطر سعی در جبران دارند. چشم آب نمیخوره. متاسفانه چون اونم پاتر رو برنامه کار میکنن، ما هنوز رو احساس و رو همون زمینه خاکی خودمون تو محله داریم کار میکنیم، رو همون غیرت خودمون و روی تعصب فردی و رو رفاقت. اونا اومدن برنامه دارن کار میکنن، یه کشوری مثل قطر 500 هزار تا جمعیت داره، یه تیمش اونجوری میزنه بیرون متولول میشه، مال ما هم که میبینید جلو 120 هزار تا تماشاگر. یا اینکه وسط هافتی میگن که چرا تیم زود اومده زمین،
باز تیمش مشخصه که 10 دقیقه فرصتی که مربی ها صحبت کنن، که تو حد فاصله این 10 دقیقه آقای غفوری‌فر و سفیرمون در قطر میخواستن که مثل که بیان داخل رخیان، که بنده گفتم که به هیچ عنوان کسی اجازه نداره وارد بشه چون اصلا زمان لازم نیستش و یه کار 100% تخصصیه. توی اون 10-15 دقیقه چه میگذره توی این لباس کنی؟ آیا طرحی، نقشه‌ای، حرفی، چیزی گفته میشه؟ من فکر میکنم متاسفانه نه. ما چجوری بگم، چیزی برای گفتن نداریم. یعنی ما یه فوتبال معمولا دیم بازی میکنیم و همیشه نتیجه کارهای انفرادی فوتبالیستامونو گرفتیم. یاران ذخیره ایران آماده خدمت میشوند. فریاد شیران فریاد میزند. قطری ها جفسازی میکنند. جهانپور آرام میکند. داور قطری ها را راضی نگه میدارد و اما مایلی کهن. و اما گل دوم قطر. آرزوی ملتی دست نیافتنی می نماید. همچنان است آرزوی من برای شرکت در جشن شادی تهران. من فکر میکنم ما تو خیلی چیزا ایراد داریم. ما یکی از بزرگترین ایرادامون که من فکر میکنم وجود داره، ما خیلی از مسائل شخصیمون رو تو کارهای تیمی وارد میکنیم و به نظر من جایز نیست. ما 60 میلیون آدم رو بازی میگیریم به خاطر اینکه بخوایم یه سری مسائل اخلاقی و یه سری مسائل رو بخوایم جلوش بگیریم. من فکر میکنم که ما بچه‌هامون همه از نظر اخلاقی بالان، ولی گاهی یه سری برخوردهایی با یه سری از بازیکنای ما میشه که واقعا روح بازیکنو میکشه. وقتی عابدزاده عود پرتاب میکند میفهمم که روزهای خوش در حال اتمام است و وقتی داور سوت پایان را می کشد مسیر من را از تهران به سیدنی تغییر می دهد. آقای غفوری‌فر و سفیرمون در قطر می خواستن که مثل که بیان داخل رخیان، که بنده گفتم که به هیچ عنوان کسی اجازه نداره بنده رو با کمتر از 200,000 دلار هزینه سرمو با اینکه دومی ما مهرز بودم مال ژاپن مهرز نبود، سرمو رو بالای هواپیما بریدن. همه دارایی من چوب حراج میخورد. از این گروه یک بازی مهم دیگر باقی مانده است، قطر و عربستان. اگر مساوی کنند ما با همه اوصاف باز به جام جهانی میرویم. اگرچه که شیرین نیست ما اینجوری اول بشیم، ولی از مردم میخوایم که بازم ما رو دعا کنن. شاید این بازی قطر عربستان تقی به توقی بخوره، در تخته جور بشه، بازی مساوی بشه و ایشالله ما اول بشیم. تقی به توقی نمیخورد، عربستان قطر را میبرد، سرگروه میشود و مستقیماً به جام جهانی میرود. تقی به توقی نمیخورد، من در حسرت شادی به خانه برمی گردم، در واقع به اقامتگاه. روز از نو، روزی از نو. اما دیگر حتی اوضاع مثل گذشته هم نیست. تجدید دیدار دوستان قدیمی و عمق الفت با همدلان تازه آشنا از یک سو و تیر شدن آرزوی دیدن بچه ها در جام جهانی از سوی دیگر روال نچندان دلچسب کارم را بیش از پیش برهم می زند. فردا با ژاپن بازی داریم با مربی تازه من. Don't you think it's a bit strange that only after 2 weeks without any contract or any money you are appointed as the national coach? No, I was not surprised. Could it happen in England or Brazil or... Australia will walk in, regardless of whether he play in Iran or Japan or whatever. ژاپن توپ سوم را در تور ما می نشاند و 3-2 می برد. بایستی آماده پذیرایی از بچه ها شد. و
بالاخره آنها هم ناچار شدند به استرالیا بیایند. علی جان ناراحت نباش، یقین قسمت است و الا 30 ثانیه قبل از گل سوم ژاپن توپ تو گل می شد. برخورده بعضی از مطبوعات و برخی دست‌اندرکاران فوتبال استرالیا در مورد ایران احساسات ایرانیان را جریحه‌دار می کند. همه درگیر می شوند. Even if they come away with, you know, Australia just a 1-0 win away and about 5 at home, I'd say. فیلم هایی که ساختن، فیلمی که ساختن، کتابی که نوشتن، همش دروغ، همش بد. اینجا هم زود باور، همه باور میکنن. What I said before Iran was that it was a logistical nightmare at very short notice. Nobody should have taken offense by what I said. این خاصیت در فوتبال خیلی بی‌نظیره. در خیلی کشورها کرده. بله. این وحدت رو به وجود آورده. کشورهای مثل برزیل فوتبالشون از قانون اساسیشون برایشون مهمتره. We witnessed a lot of things here and a lot of comments. To me, some of them coming through lack of information. And some of them come through ignorance. والا حدود 12 سال از ایران خارج شدیم و در آمریکا زندگی میکردیم. اومدیم برای دیدار بازیکنان ایرانی در ملبورن. هیچ وقت فکر نکردی که دلت بخواد برگردی به ایران؟ چرا؟ خیلی دوست دارم ولی خب متاسفانه نمیشه. چرا نمیشه؟ خب به علت اینکه اون پسرمه. من اون موقع 19 سالم بود و برای رفتن به دانشگاه و هر جور فعالیتی مشکل داشتم. ببینید من از این 2 هفته پیش که این تیم ایران به ژاپن باخت اصلا من نمیتونستم تمرکز بکنم به کار خودم، به خاطر اینکه خیلی برام یهو مهم شد و یهو یادم اومد که چقدر من دیسکانکتم از کالچر خودم و از مملکت خودم. بله 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 بله. در شهر کوبلنز هستیم تو آلمان و الان 2 روزی هست تو استرالیا اومدم. چیکار میکنید در آلمان؟ من در آلمان مکانیکی ماشین خوندم و در حال حاضر خرید و فروش ماشین میکنم. چرا از اول نرفتی خرید و فروش ماشین بکنی؟ اون دورش فرق میکرد، خرید و فروش ماشین. من میخوام خرید و فروش ماشین هم دوره داره. بله در آلمان همه چی دوره داره. تو این 12 سال برنگشتی؟ نه برنگشتم، خیلی هم دوست دارم برگردم ولی موقعیت طوری نیست که بتونم برگردم. شناسنامه‌ام جمهوری اسلامی نیست، مدارکی هم ندارم که ثابت بکنه چجوری از ایران خارج شدم. به خاطر اون چجوری از ایران خارج شدم؟ من تو پاسپورت پدرم بوده و موقعی که وارد آلمان شدیم پناهنده شدیم و مدارک فارسی به اون صورت ندارم، به خاطر اون نمیتونم پاسپورت ایرانی بگیرم که برگردم ایران. بری ایران زندگی کنی؟ بله. الان نه. با این وضعیت کاری الان نمیشه ازدواج کنم.
استادیوم در تب و تاب آغاز نبرد نهایی است. تهران هنرنمایی خردسالی همراه با آهنگ قدیمی و معروف مرگ بر آمریکا چشمها را خیره می کند. در ملبورن زمان قدردانی از قهرمانان پیشین استرالیا است. آنها که 20 سال پیش در مقابل تیم ایران بازی کرده اند و حالا بازنشسته اند. من فوتبالیست های ایران همه رو نمیشناسم چون مرتب استادیوم نمیام. من و دوستانم یاد پیش کشورت ها میشینیم و پشت تلویزیون میبینیم. اونم دلیل داره، جا نداریم، کارت نداریم. خب آدم نمیتونه 12 ساعت بره تو صف واسه. والا خیلی انتظارات هست که امکانات در اختیارمون بذارن، بیمهری و نامهربانی نکنن با امثال من. متاسفانه بیمهری نامهربانی در قبال من هست، در قبال من، نه تنها من، خیلی های امثال من. این آخرین شانس است. 100,000 مرد در یک روز غیر تعطیل برای تیمی آمده اند که در 4 بازی گذشتهش 1 مساوی و 3 باخت دارد. میدانید چرا؟ عاشق ایرانند. میدانید چرا؟ تشنه شادی اند. ونبلز به شدت مورد توجه رسانه هاست. بلانکو مثل اینکه تا به حال گل ایرانی ندیده. انشاءالله که خواهد دید. شاید هم به او گفتن گلهای ایران سمی است. همه برای شروع ثانیه شماری می کنند. حالت همه مثل دانش آموز در امتحان آخر سال است. درس خوانده و نخوانده می خواهند امتحان تمام شود. تأثیرات جنگ روانی 2 هفته اخیر در دقایق نخست بازی کاملا مشهود است. هری کیول 19 ساله ما را پای تلویزیون میخکوب میکند، ساکت میکند. صدای هیچ کس در نمی آید. آن همه هیاهو محو میشود. سکوتشان هم عظمت دارد. حالا به همه دانش ویرا از فوتبال برزیل نیاز است. نمیدانم توشش چقدر است. دیری نمیگذرد که دایی فضا را تغییر میدهد، اما نه نتیجه را. این پاهای هنرمند خداداد عزیزی است که هر آنچه در کتاب فوتبال نوشته شده را استفاده میکند تا روزنه‌ای بیابد. مهدوی کیا کار او را تکمیل می کند، اما مانع آخر بزنیج است. هیجان بازی همه را فرا گرفته. حملات ایران ادامه می یابد. ونبلز آنچه را که می داند و می شناسد به کار می گیرد، اما هنوز باید یاد بگیرد و بشناسد. درس امروز خداداد عزیزی. آزی ها با اقبال بلند با تساوی 1-1 به لباسکنی می روند. نیمه دوم به سرعت سپری می شود. یافتن یک تماشاگر شبه استرالیایی در میان جمعیت، درگیری دائمی کیول و استیلی، آب خنک خوردن لاینقطع ونبلز، برتری استرالیا در هوا و ما در زمین، خطای مشکوک روی تهامی، ضربه سر عابدزاده
درست شنیدید، عابدزاده از جمله نکات قابل ذکر 45 دقیقه دوم سراسر محافظه‌کارانه است. نتیجه یک یک بیش از همه ونبلز را خوشحال می کند. بازی برگشت ملبورن. بچه ها به ملبورن استرالیا می آیند و هزاران ایرانی دیگر از شهرهای استرالیا و شهرهای مختلف جهان به آنها می پیوندند. روزهای هیجان انگیزی سپری می شود. قربت کشیده ها همه پیشینه و هویت خود را در قالب این تیم می بینند. برای من این روزهای طلایی وقتی به اوج خود می رسد که از سوی رادیو ایران برای گزارش رادیویی بازی دعوت می شوم. دخترای نوجوان ایرانی که در اجرای سرود کمک کرده بودن حالا استادیوم رو ترک میکنن و تا لحظات دیگه میریم که شاهد دیدار ایران و استرالیا در ملبورن باشیم. همه ایرانی ها و استرالیایی ها حالا ساعتشون رو با ساعت سنگاپور میزون میکنن. توپ یار شماره 4 استرالیا استیو هوربت میرسه. توپ بلندی رو برای مارک ودوکا به جناح چپشون میفرسته که با خاکپور درگیر هست. حالا از خاکپور عبور میکنه و توپش داخل محوطه جریمه برای اولریو. این بار و توی دستای احمد رضا عابدزاده توپ بود مار قرار میگیره. لزریدس در جبهه چپ صدابی رو رو در رو داره. توپ بلندی رو میفرسه. عابدزاده شیرجه میذاره. توپ در اختیار کیون و سر خاشازاده دروازه ما رو بسته نگه میداره. استرالیایی ها حالا توی استادیوم خودشون با اون تیمی که ما در تهران دیدیم تفاوت بسیاری دارن. 11 تا بازیکن حرفه‌ای موج حملاتشون رو روی دروازه‌ای گذاشتن که سرباز دلاوری به نام عابدزاده سنگربان اون هست. استادیوم ملبورن در حال انفجار، هر لحظه بیم سقوط دروازه ما میره. حالا خطا روی نتزلش در فاصله 25 متری دروازه ما. اگه مجسم کنید سمتی که دروازه شمالی استادیوم آزادی قرار داره در فاصله 7 متری تقاطع خطوط طولی و عرضی 18 قدم صورت میگیره. ویدمار و زلیچ پشت توپ هستن. دفاع ما توپ رو بر میگردونه. در برگشت مجدداً زلیچ صاحب توپ میشه. خاکپور صد راهش هست. اونو دور میزنه. توپ با دست باچگی به سود استرالیا به کورنر میره. کورنر از جناح راست. هری کیون روی دروازه ما رو سد آفت داده بود. یک مو توپ روی خط دروازه ما میگذره که صدابی و خاکپور به هر شکل توپ رو دور میکنن. توپ در جناح راست تیم ما به یار شماره 10 اولری و وید ما میرسه که توپ عالی رو داخل محوطه جریمه ما میرسه و هری کیول حی و حاضر دروازه ما رو سرانجام باز میکنه. کیول همون بازیکنی است که در تهران گل اول دیدار رفت رو به ثمر رسونده بود. سانترو پول حالا پایان 45 دقیقه اول رو اعلام میکنه. 45 دقیقه ای که به سود ما نگذشت. لازاریدیس اوت رو پرتاب میکنه، به خودش برمیگردونه و حالا به محوطه جریمه ما نزدیک میشه. داخل محوطه جریمه فرصت برای مارک ودوک و توپش از کنار دروازه ایران به اوت میره، ضمن اینکه معتقد پاشازاده او رو به خطا متوقف کرده. کیول برای ودوکا به ویدمار. توپ با برخورد به پای استیلی در جناح چپ به هر شکل به لازاریدیس میرسه. توپ بلندی رو روی دروازه ما میرسه. کیول با سر برمیگرده. فاستر به تیر دروازه میزنه و ویدمار به تیر دروازه به حساب رو 2-0 برای استرالیا میکنه. عابدزاده همه فداکاری ها رو بی نتیجه میبینه. حالا یه نفرم به دلیلی که فقط خودش میدونه نمک هم به زخم میپاشه و تور دروازه ما رو پاره میکنه. هیچ هنو فکر نمی کنم یه فایده ای هم داشت. بچه های ما حالا جور کار این آدم رو هم میکشن و سعی میکنن که خرابی رو که به وجود آورده مرمت کنن. بی فکری. بی فکری کی؟ کل مسئولین ورزش که این همه فرصت بود از دست دادن دیگه.
استرالیا. اگه میخواستم باید قطر رو ذکر صلوات به لب دارن، تسبیح به دستشون هست و دلشون میتپه برای پیروزی بچه‌های لااقل مردم به این آدم میفهمونن که کار ناشایست و غلطی کرده و اقلا او پاداش نمیگیره. 3 دقیقه و 50 ثانیه تا این لحظه به وقت تلف شده داره. تیم ملی مال 60 میلیون جمعیته، نه مال یه سری که مثلا خواسته باشن روی عقیده و فکر خودشون که بازی انجام بدن. باز فکر 60 میلیون انجام میدادن، یا زمانی که مربی رو می‌خواستن عوض کنن اون زمانه باید عوض میکردن، نه الان که دیگه کاری میگن کاری برای بچه ها دیگه نمیشه کارش کرد دیگه. این کاری که بچه ها باختن دیگه. چندین فرصت از دست رفته در بازی های قبلی و حالا 2 گل خورده شرایط فوق‌العاده دشواری رو برای بچه ها ایجاد کرده. ما اگه از عربستان نخورده بودیم، اگه قطر رو برده بودیم و ده ها اگر دیگه، اصلا لازم نبود که به استرالیا بیان. همیاری بچه ها بوده که تا این لحظه هم تیم تونسته، یعنی هیچ امکاناتی هیچ چیزی نبوده که بخواد بهمون داده باشن که الان از همون توقع داشته باشن. سرانجام تور مرمت میشه و بچه ها حالا 42 دقیقه سخت و طاقت فرسا پیش رو دارن. 42 دقیقه‌ای که در پایان اون یا سلام به فرانسه است و یا خداحافظی. برای سلام گفتن به اعتقاد من به چیزی نزدیک معجزه نیاز داره. پیروانی یه توپ بلند با سر مهدوی‌کیا برخورد میکنه، قربت برمیگردونه حالا برای باقری، او به عزیزی و سریع یک ضرب برای مهدوی‌کیا داخل محوطه جریمه، فرصت برای مهدوی‌کیا. بعضی وقتا آدم های نادون باعث پیشرفت میشن، باعث وحدت میشن. شاید این بابایی که تور دروازه ما رو پاره کرد به ما بد نکرد و شاید پرتوقعی باشه، اما یه گل دیگه یعنی ویزای فرانسه. استرالیا قصد داره ارنی تپای رو به بازی بیاره. بزنیش توپ بلندی رو برای زمین ما میکسه. کریم باقری توپ رو این زمین کوچیک‌تر بود. این ملت ایران یک پارچه وجود داره و ای ایران، ای مرز پارگهر.
انشالله که همیشه همینطوری همه ملت خوشحال و موفق باشن. انشالله همیشه همه مردم ایران شاد باشن. فکر میکنم معجزه بود. تماشای صحنه ها شادیم وصف ناپذیر است. دلم می خواهد تا همیشه ادامه یابد. دلم می خواهد فیلم تمام نشود. هراسانم از این که باز شادی تمام شود.